همکارم احمد صمدی همراه ماست از برلین. آلمان هم از اسرائیل خواسته احمد که از حمله به رفح خودداری کنه. میدونیم که فردا وزیر خارجه به اسرائیل سفر میکنه. وزیر خارجه آلمان خب مسلماً یکی از درخواست‌ها همین خواهد بود. پریسا همینطوره، در واقع همونطور که درخواست‌های بین‌المللی داره افزایش پیدا می‌کنه از اسرائیل و تصمیمی که آقای نتانیاهو اعلام کرده به رفح حمله خواهد کرد، خب فشارهای بین‌المللی هم زیاد هست. بعد از ایالات متحده آلمان هم خواستار این شد که این حمله انجام نشه. دو بار در یکی دو روز گذشته این درخواست مطرح شده، هم از سوی خانم بربوک که خب این درخواست رو داشت که چنین اقدامی انجام نشه و حتی گفت مردم غزه که نمیتونن به آسمون برن و در آسمون زندگی بکنن و اگر چنین حمله انجام بشه به یک فاجعه انسانی در واقع منجر خواهد شد. خب خانم بربوک بر این نکته تاکید داره که اسرائیل این حق رو داره که دفاع بکنه از خودش در مقابل اقدامات تروریستی که حماس انجام داده، اما از طرف دیگه باید که در واقع حق و حقوقی که غیر نظامیان دارن هم حفظ بشه و باید از اونها حفاظت بشه، ولی خب از طرف دیگه هم باید به فکر آزادی گروگان‌ها بود. و خب اعلام کرد خانم بربوک در سفری که فردا انجام خواهد شد هم به موضوع آزادی گروگان‌ها خواهد پرداخت و هم به موضوع یک آتش‌بس انسان دوستانه تا در واقع کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها ارسال بشه. اما خب وزارت خارجه آلمان هم همین موضوع رو تاکید کرده و بیشتر بر موضوع انسانی بودن آتش‌بس تاکید می‌کنه وزارت خارجه آلمان و اعلام کردن که مثلا وزارت خارجه آلمان که باید اسرائیل تضمین بکنه که چطور میتونه حملاتی رو انجام بده که در واقع غیر نظامیان از این حملات مسون بمونن. اما یک موضوع دیگه هم ما الان شاهد اون هستیم، علاوه بر این که خب خانم بربوک فردا سفر میکنه، میدونیم که آقای بلینکن هم سفر خواهد کرد به اسرائیل و خب گفتگوها مجددا پیگیری خواهد شد، به ویژه در خصوص آتش بس و همچنین موضوع آزادی گروگان‌ها. اما خبر دیگه در رسانه‌های آلمان الان داره خیلی روش کار میشه و اون این هستش که مقامات اسرائیلی به مقامات مصر در واقع پیشنهاد دادن که یک سری شهرک‌هایی که با در واقع چادری خواهد بود برپا بشه در جنوب غربی منطقه ساحلی در جنوب در واقع در منطقه غزه و این 15 اردوگاه شامل 25,000 سکنه خواهد بود که برای 375,000 نفر پیش بینی شده. و خب حتی از مقامات مصری هم مقامات اسرائیلی درخواست کردن که مسئولیت این چادرها و همچنین مسئولیت بیمارستان‌های صحرایی که در اونجا برپا خواهد شد بر عهده بگیره و به نوعی از فلسطینیان رو در واقع مجبور میکنه که به یک منطقه دیگه برن. هنوز مقامات مصری در این خصوص اظهار نظری نکردن، اما خب واکنشی که در واقع به این موضوع در رسانه‌های آلمانی داره بهش در واقع پرداخته میشه، این رو یک نوع کوچ اجباری میدونن که اسرائیل داره برای فلسطینیان انجام میده. احمد صمدی همکارم که از برلین همراه ما بود، خیلی ممنون از توضیحات احمد.